عزیزانم مبارک باد آمین. میتونین همین جایی که هستین نشستین و عزیزانی که دارن ما رو نگاه میکنن همراهی میکنن دوباره به هم نوروز رو مبارک باد بگیم به بقل بگین نوروز بر تو مبارک باد با چشمای پرمهرتون سال نو بر تک تک شما عزیز جانها گرامیان عزیز مبارک باد و مرسی و ممنون هستم پاستور از طرف پاستور و خودم برای تبریکات پرمهرتون که در این چند روز برای ما ارسال کردین ممنون برای درکتون که مطمئنا متوجه میشین که نمیتونیم تک تک پاسخگو باشیم گفتم در جمع قلبا تشکر کنم و آمین که امروز هم مثل هر بار مداخله روح القدس این روح حیات همگی ما رو عزیزان تازه کنه و گرمای حضور او هر زمستونی هر پسمونده زمستونی که در قلب و وجود ما باقی مونده به تراوت و بهاران مبدل کنه این امید بزرگ رو دارم و باشد که عزیزان در نام عیسی مسیح خداوند این موسم بهار و آزادی در افغانستان عزیز در ایران عزیزمون امسال سالی باشه که شاهدش باشیم امی از همون جایی که شب و تاریکی رخنه کرد باشه که آفتاب عدالت عیسی مسیح طلوع کنه که بر بالهای او شفاس آزادیه از همون جایی که شکستیم دردمند شدیم دوباره ایران و ایرانی افغان و افغانی جوونه بزنه سبز بشه از همون جایی که روح ترس نگرانی بر این دو سرزمین حاکم شده در نام سرور سلامتی شفا و آرامی حاکم بشه بر این دو کشور ایمان دارم ایمان دارم که این اتفاق خواهد افتاد چون وقتی نگاه میکنیم در بطن هر ظلم ناعدالتی در بطن هر تاریکی بصرهای فروپاشی و انهدام نهفته است آمین و همینطور به جا میدونم که تسلیت خودمون رو به عنوان کلیسا به مناسبت در هنرمند شریف ایرانی هنرمندی که واقعا در تاریخ موسیقی ایرانی یه نقش ماندگاری داشت همین مدهه شستی ها با اون خاطرات زیبا و اون صدای زیبای او آشنا هستیم فرامرز اصلانی نیست میخوایم تسلیت خودمون رو به جامعه هنری و خانواده ایشون ابراز کنیم کلیسا نباید خودشو از این مسائل جدا کنه ایشون نه تنها یه مردی فریخته شریف شاعر آهنگساز روزنامه نگار نوازنده بودن بلکه در تمامی اوقات همراه همیشگی این خیزش این مشکلاتی که در ایران بود به هر نحوی همراهی کردن یادشون گرامی باد الان برمیگردیم به سمت نوروز آمین نوروزی که یکی از کهن‌ترین جشن‌های به مانده از دوران باستان ایرانیه که آداب و رسوم خاصی داره عزیزان مرسی از رومینا جان که انقدر قشنگ تعریف کرد وقتی یکی از این آداب و رسومش سفره هفت که یکی از سنت های زیبا و معناداره که هر کدومش نوید تازگی و سرزندگی رو برای ما به ارمغان میاره به خصوص امسال که هفت میوه سفره افغانهای عزیز هم اضافه شد آمین که در این سال تمامی کلیساها یاری روح القدس عزیزان میوه های روحانی صبر و استقامت غلبه بر مشکلات عافیت سلامتی برکات مالی شکوفایی رشد رشد روحانی این دونه دونه رومیناجان جان اینا رو تعریف کرد که همگی ما در اون شراکت باطنی با همدیگه و با خداوند امسا سالی باشه که تجربه کنیم یا آمین داره که یا نه نه تنها از آن آداب و رسوم نوروز پر از پیام های شادی و خورمی رو برای ما به همراه میاره بلکه وقتی به طبیعت نگاه میکنیم چه تغییرات عظیمی میبینیم نیست چه تغییرات شگرفی در طبیعت به وجود اومده که اون هم یک دنیا پیام برای ما داره میبینیم چطور سرما به گرما مبدل میشه تاریکی کم کم روشن و روشنتر میشه نیست نور و روشنایی بیشتر میشه چطور هر چیز بی سمر، هر چیز عقیم دوباره جون میگیره، سمردهی میده، بارور میشه. چطور رایحه گلها دوباره به مشام میرسه. چطور اون جوونه های نحیف، ضعیف که اصلا فکرشو نمی کنی. اون پوسته های پیر درخت و پوسته های سخت درخت رو میشکافند. و دوباره زیستن رو اعلام میکنن و برای من شخصا از همه مهیجتر در این ایام این سمورهای کوچیک هستن که از خواب زمستونی بیدار میشن و اون حیات و زیبایی رو و اون حرکات موزونشون هماهنگشون اون واقعا زیباترین خلقت خدا هستن چطور به نمایش میگذارن من یه موقع چند دقیقه فقط میسمی یه گوشه حرکات اینا رو نگاه میکنم تمامی این نمایش های مهیج خلقت فقط یه آهنگ خوش و داره به گوش ما یک تنین خوش آهنگ و داره به گوش جان ما میرسونه که خدا خدا که کمال زیبایی است دلبستگی خاصی به تازه شدن و تازه کردن خلقت خودش داره نیست <applause> خدایی که اند زیباییه ولی نمیخواد که ما فقط نظارگر باشیم به به و چه چه بگیم وای چقدر زیباست همه چی عالیه بلکه خدا مشتاقه عزیزان که ما رو وارد این همه تازگی ها بکنیم. وارد این همه زیبایی بکنه با باور میکنی که میشه میتونیم در بطن وجودمون در عمق وجودمون تجربه کنیم نه فقط عید مبارکی باشه یک دو روز مثل ایران یه برای عوض شدن حالمون یه اتاق تکونی میکنیم یه چیزایی رو عوض میکنیم ولی بازم بعد از دو روز روز از نو روزی از نو خدا میخواد در اون هست مرکزی وجود ما یک تبدیل و یک تحول درونی به وجود بیاره این تازگی رو وارد کنیم یا ما در اون وارد بشیم و برای وارد شدن و تجربه کردن بهار در عمق وجودمون ایزا ما نیاز داریم که از زخمامون آزاد بشیم از اون ناامیدی هامون از اون موارد منفی که اعتمالا با خودمون خیلی ها شاید عادت کردیم با خودمون اووردیم وارد سال تازه کردیم خدا میخواد که از اینا آزاد بشیم من خودم تجربه کردم و دیدم هیچ چیزی از مثل زخمای کهنه هیچ چیزی مثل ناامیدی جلوی تازگی و تبدیل درونی ما رو نمیگیره باور میکنین؟ افرادی در بین ما هستند که زخمای التیام نیافته دارن افرادی هستن که از تنهایی رنج میبرن افرادی هستن که بر بدن اونا جسم اونا روح اونا ضعف و بیماریه فقط گاهن هیچی نمیگن مخصم ما ایرانی ها. افرادی هستن که خاطرات شفا نیافته دارن از این خاطرات در رنجن مخصم وقتی تنها چقدر گفتمان های ذهنی منفی میاد و همینطور عزیزان جوانان عزیز ما در کلیسای برمن در کلیسای هامبورگ واقعا از پنجشنبه یک تو جلسه خواهران یه بار قلبی خیلی زیادی بر ما اومد که این جوانان ما خیلی راحت نیست بگیم هی hey, خودمون رو تسلیم کنیم تقدیم کنیم خب حالا تسلیم نکنیم خب چیکار می‌خوایم بکنیم خیلی خوبه عالیه ولی جوانان وقتی خودشون تسلیم میکنن وقتی خیلی چیزا میگذرن خیلی قربانیهای بیشتری میخوان میدن و وظیفه ماست به عنوان کلیسا که برای اونا دعا کنیم جوانانی هستن که برای اقامتشون دارن فکر میکنن رنج میکشن شاید ناامید شدن برای ازدواجشون سنشون دیگه داره میگذره برای شغل مناسب آینده آینده ای که نامعلومه و خدا میخواد که امروز امید اونا رو احیا کنه عزیزان این خدای جمعی امیدها این خدای جمعی دلگرمی به خصوص جوانان ما رو میخواد با یک ردای تازه امید ملبس کنه و همتا عزیزانی که گرانبارن عزیزانی که دردمندن عزیزانی که در ترس و نگرانی هستند مطمئن هستم هرگز عزیزان با هیچ تبدیل فصلی با هیچ عید مبارکی با هیچ مهمانی با هیچ تبریکات ماچو بوسی، کنسرتی مهمانی هرگز ما نمیتونیم تازگی و بهار رو تجربه کنیم مگر اینکه از درون این آزادی و این شفا رو تجربه کنیم آمین و کتاب آموس باب آیه یازده آیه بسیار زیباییه میگه در آن روز خیمه داوود را که افتاده است دوباره برپا خواهم کرد شکافهایش را مرمت خواهم کرد و خرابیهایش را برپا خواهم نمود و مثل ایام قدیم دوباره این خیمه را بلند میکنم ای که افتاده عزیزان در کدام روز کلام خدا میگه این شکافهای خیمه داوود مرمت میشه در کدام روز در کدام روز خرابی ها بنا میشه در کدام روز امیدهای افتاده داوود دوباره برپا میشه در کدام روز در روزی که داوود حاضر باشه دشمنانی که به جای خوبی به او بدی کردن داستانش رو میتونیم بخونید چه زخمایی داره داوود بتونی ببخشه در روزی که داوود گیر نکنه در این مسائل مزامی رو میخونیم بلکه عبور کنه در زمانی که خیمه افتاده داوود دوباره برپا میشه که دوباره لمس خدا حضور خدا ملاقات با خدا امید او رو دوباره برپا کنه ایمان دارم عزیزان که روح القدس اینجاست و میخواد امروز مداخله کنه که این موجزه شفا در هر بودی که الان احتیاج داریم از اون ایرانیا به بچه هامون به زنمون یا به شوهرمون خواهرمون برادرمون فکر میکنیم ولی ایمان دارم خدا به طور خاص و شخصی نیاز تو رو میبینه و امروز میخواد تو رو پر کنه شفا بده آرامی بده آمین, آمین. میخوام دعا کنیم هر کسی که نیاز داره هر کسی که دلش میخواد داوطلبانه است بیستیم بیستیم رو بلند کنیم که دستای بلند شده سمبل تسلیمه سمبل درخواسته سمبل اینی که خداوند من میخوام من میخوام این خداوند در نام مسیح خداوند دعا میکنیم دعا میکنیم برای عزیزانی که در قلبشون در جانشون خیمه های افتاده دارن در قسمت ازدواجشون رابطه هاشون پدر جان دعا میکنیم که این خیمه ها رو دوباره تو بنا کنی. دوباره تو بلند کنی جاهایی که رنجش کدورته که این رنجش و کدورت در بدن بیماری تولید میکنه ای خداوند دعا میکنیم این شکاف ها رو که رخنه و خروج به وجود میاره که دشمن وارد بشه شادی و سلامتی رو بدزده در نام عیسی مسیح خداوند ایمان داریم که تو میخوای مرمت کنی اون شکاف ها رخنه ها در نام عیسی مسیح میخواد بسته بشه اونجایی که قسمتهایی که برکات مالی نیازه برکات مالی کائنات رو اعلام میکنیم روی عزیزانمون اون دردهای ملی رو خداوند به تو میاریم اون دردهای شفا نیافته اون دردهایی که تمدن ایران سالها سر رنج میکشه ملت افغانستان، الان اسرائیل، فلسطین، اوکراین ارمنستان این دردهای ملی شفا نیافته رو ایمان داریم روح القدس فقط کار توه تو میتونی خیمه های افتاده این شکاف ها این درز و دورسا این درد ها رو تو میتونی بنا کنی و همینطور برای جوانانمون در کلیسای هامبورگ در کلیسای برمن دعا میکنیم خدا ما ایمان داریم بنا شخصیت الهی خودت تو اینجا هستی که فوق از انتظار این عزیزانمون فوق از فکرشون فوق از تصورشون برای ازدواجشون برای پاسشون برای آیندهشون خدا من تو به میان بیای و اگه امیدی ناامید شده دوباره خیمه ناامیدی رو تو بنا کنی و استوار کنی و هر جایی که شفا احتیاجه در نام سرور سلامتی جایی که در روح در روان شفا اعلام میکنی در نام عیسی مسیح آمین. آمین آمین که نه به احساسه بلکه به ایمانه در این سالی که در پیش داریم آمین که تازگی، آزادی، رهایی از هر تلخی، از هر بیماری، از هر رنجش به خصوص برای جوانان ما، از هر ناامیدی بتونیم ادامه بدیم این سال شاید تو سال سختی رو گذروندی شاید سالی بوده که بیمار بودی، ناامید بودی، اختلاف بوده، تنش بوده به خصوص عزیزان، سختترین چیز برای یه انسان سکوت آسمانه برای کسی که مسیح و میشناسه احساس کنی دعاش میره سخت برمیگرده ولی خدا امروز به تو میگه امروز به تو میگه زمانی رسیده که دیگه نباید تو زمستون گیر کنی در گذشته بمونی خدا میخواد با چشمای دلت بها رو ببینی امید اگه هنوز چیزی ندیدی فکر میکنی نمیدونم الان دعا شد خب چی, که چی ولی ایمان داشته باش که دعا وعده های خدا به زمین نخواهد افتاد و خدا امروز میخواد ایزام چون مسئله بر سر دیدنه نیست چشمای دل ما رو شفا بده چشمای جان ما رو شفا بده نه فقط اون قسمت هایی که گفتم چشمای ما رو شفا بده تا مثل ارمیا در اون زمستونها در اون خوش در اون بی ها که هیچی نبود فقط اون درختان پر میوه رو میدید شکوفه ها رو میدید که بادام آورده میوه آورده نیست گفت ارمیا تو چی میبینی تو اون همه خشکی گفت شکوفه ها رو میبینم میوه ها رو میبینم گفت نیکو دیدی آمین که امروز خدا به تو بگه نیکو دیدی نیکو دیدی چشمای بصیرتت تو رو روشن بشه مثل نوح در اون طولانی ترین تابستون های سوزان گرمای سوزان باران بهاری رو میدید عزیزان سالهای مدید و این باران رو نه فقط میدید بلکه ابلاغ میکرد باشه که چشمای دل ما شفا بیابه و ببینیم مثل ابراهیم که در اون عقیم بودن خشکی خودش و سارا باروری رو میدید سمردهی رو میدید برای هم میگه در ناامیدی به امید ایمان آورد چون میدید عزیزان ما احتیاج داریم به عنوان ایمانداران پشت صحنه رو ببینیم تمام مسیحیت در دیدن خلاصه میشه پشت صحنه زندگی تو خدا داره کار میکنه باشه که دختران و پسران ما امروز ببینن با چشمای شفا یافته همسران نیکو و صالحه رو ببینن در این لحظه میخوام دستت رو روی چشمای خودت بذاری یکی در نام عیسی مسیح به زخمای عیسی شفا بیاب شفا بیاب ای چشمای من شفا بیاب تو مثل خدا در تمام نیستی ها هستی رو ببینی و این هستی در زندگی تو جسم پوشه و قابل رویت باشه آمین یا آمین داری یا نه؟ چهره هاتون به اون صورت نشون نمیده دریافت کردیم عزیز جانهای من یه دختری به مادرش میگه مامان جون خوشحالی؟ گفت بله خیلی خوشحالم. گفت بله چهرت نشون نمیده. آمین که چهره های ما از دل هایی که شادی روح القدس اومده، امید روح القدس اومده بدرخشه. آمین تا نه فقط همه اینا بلکه عزیزان امروز ببینیم که دو هزار سال پیش نوروز ناپژمرد و جاودانی به وسیله مرگ و قیام عیسی مسیح به تک تک ما منتقل شد. امروز جشن نخله. عیسی مسیح وارد اورشلیم میشه. میتونی ببینی؟ میتونی تخیلت شروع کنه. تخیل خدا داده نیست نگاه کنی. نگاه کنی که عیسی مسیح خداوند وارد اورشلیم میشه. وارد عرصه مکان و زمان ما شد دو هزار سال پیش تا نوید چی بده؟ عهدی تازه، خلقتی تازه، روحی تازه، حکمی تازه که همدیگر رو محبت کنید کجا ما میتونیم اینو پیدا کنیم عزیزان؟ هویتی تازه، امیدی تازه، سرودی تازه عیسی در این سفر سرنوشت ساز یک نوروز جاودانی رو به وسیله عمل نجات بخش خودش به تمام جهانیان نه فقط به ما به ارمغان آورد. آمین. در یک شنبه نخل عیسی با ورود شاهانه خودش به اورشلیم نه تنها نبوت زکریا و به نوح، آیه نوح رو متحقق کرد. که گفت این دختر اورشلیم اونجا نوشته شادی کن به وجد بیا ای های آلفا اومیگا. شادی کن بسیار وجد نما زیرا پادشاه تو میآید زیرا این شاه شاهان میآید او که عادله او که صاحب نجاته او که حلیم و افتاده است و مردم اورشلیم با شاه های نخل که سمبل پیروزی و شادی بود به استقبال این شاه شاهان می رفتن می تونیم ببینین عزیزان چشماتون الان شفا یافته من میتونم ببینم من خودم تو اون خیابونای اورشلیم خاک خوله خورده میتونم ببینم مردم اورشلیم با شاه های نخل که سمبل پیروزی و شادیه به استقبال این پادشاه رفته بودند جماعت او رو شادمانه پرستش میکردن خوشیانا، هوشیانا مبارک باد او که به نام خداوند میآید به زبان خجسته باد شاه شاهان خجسته باد پادشاه پادشاهان ورود مزفرانه عیسی در یک شنبه نخل همینطور از نقل قولی از مزمور 118 آیه 24 27 بود یه مزمور بشارتی و دو صدایی که دو تا گروه دارن اینو میخونن این مال همون روز عید نخل بود آیه 24 میگه این است روزی که خداوند ساخته بیایید با هم شادی کنیم بیایید با همون رو جشن بگیریم عزیزان آه خداوند نجاتمان بده چون اصلا واژه هوشیانا به ابری یعنی ای خداوند نجات بده اونجا هم دارن دوباره میگه هوشیانا ای خداوند نجات مانده، ای خداوند کامیابی عطا کن مبارک است آن که به نام خداوند می آید. مردم در کوچه های اورشلیم این رو می با هم. و نگهبانان معبد و کاهنان در مدخل معبد، در داخل معبد این رو می اعلام میکردم ما شما را از معبد بزرگ خداوند برکت میدهیم خداوند یهوه خدایی است که ما را روشن کرده است از خداوند خدایی است که ما رو روشن کرده است نمیدونم در نجات حیرت انگیز و روشن بودن رو تجربه کردین شاه ها رو به دست گیرید جشن را آغاز کنید و به سوی قربانگاه خانه خداوند پیش برید از مطمئن هستم در اون زمان هم اهالی با اینکه در یک جشن بسیار مهمی بودن ولی دل و دماغ جشن رو نداشتن. نیست چون که وعده های خدا در مورد اومدن ماشیه چقدر طول کشیده بود. چقدر فکر کردم با شکست مواجه شده. میخوام اینجا یک حقیقت انکارناپذیر رو با اقتدار کلام خدا عزیزان اعلام کنم وعده های خدا هرگز شکست نمیخوره آمین اگر چه تاخیر کنه و تاخیرش ما رو به شک بندازه و باعث بشه کارهای انسانی بکنیم حالا که خدا به میان نمیاد بریم کارهای خودمون رو بکنیم ولی وعده های خدا شکست ناپذیره چون خدا فوق است فکر و تصور ما قابل اعتماد و نیکوه. کاهنان و نگهبانان معبد با اعتماد، با ایمان به خدایی که با دهان خودش وعده داده و با دستای خودش به عمل میاره سرود پیروزی رو میخوندن تا یک بار دیگه امید رو، ایمان رو در میان قوم خدا بلند کنن. مثل اون خیمه هایی که افتاده بود، دوباره بلند کنن دوباره برپا کنن آیه 26 مبارک باد آن پادشاهی که سلامتی و عدل و انصاف رو بر زمین خواهد آورد این امید ایمان این کاهنان و این نگهبانان بود خداوند همان خدایی است که ما رو روشن ساخته و دوباره روشن میکنه عزیزان ایمان ما رو روشن میکنه ایران ما رو افغانستان ما رو روشن میکنه خانواده های ما رو رابطه های ما رو جان خسته و ملتهب ما رو روشن میکنه امید جوانان ما رو روشن میکنه آمین هللویا این مزمور شگفت و چند صدایی بازم اینو میتونید قشنگ من وقتی میخوندم جلو چشمم تصویر داشتم توی خانه خدا بیرون مردم اورشلیم با شاخه‌های از نخ اونها یک صدا با هم میخوندن و کاهنان اونا رو برکت میدادن و این ورود بشارت ورود مزفرانه ایسای مسیح بود ایسایی که چون پادشاهی زفرمند به قوم خودش شهر خودش اورشلیم وارد شد و با جشن و شادی کاهنان قوم رو به سوی قربانگاه هدایت می کردن. جایی که باید فسح قربانی ها زب می شد. اونا با این بشارت شادی از آن قوم اونجا حرکت میدادن. این از روزی که خداوند ساخت. بیاین در اون وجد و شادی کنیم. این یهوه خدای ماست. همان خدایی که به وسیله قربانی پسر یگانه خود ما را روشن رو ساخته است. آمین؟ تا ما امروز بتونیم نوروز حقیقی رو نوروز جاودانه رو در اعماق قلبمون تجربه کنیم درست روز روزی که عیسی مسیح وارد اورشلیم شد همان روز بود که یهودیها برههای فسح و آماده میکردن که جمعه زب کنند. و نمیدونستن که وعده متحقق شده عیسی مسیح اومده و همین جمعه قراره برای یک بار برای همیشه برای گناهان بشریت جهانیان زب بشه برای همین کاهنان این سرود رو شادمانه این بشارت شادمانه رو به قوم میدادن شاخه های نخ رو به دست بگیرید این شاههای نخ نماد پیروزی و شادیه از آنکه امروز میتونه قلبهای های شکوزار ما باشه قلبهایی که در حضور او تکون میدیم و به مذبح خداوند نزدیک میشیم جایی که خداوند ما برای ما مسلوب شد مکانی که قدرت شیطان شکست خورد مکانی که تاریکی به نور مبدل شد هر لعنت به برکت تبدیل شد هر ضعف به قوت مبدل شد هر دشمنی با خدا و انسان به مصالحه تبدیل شد مکانی که فیض فیض خداوند بر عدالت چیره شد مکانی که رحمت و راستی یکدیگر رو سخت در آغوش گرفتن مکانی که باعث شد ما امروز به عنوان باورمندان به مرگ و قیام عیسی مسیح نوروز جاودانی رو در تمامی ابعادش در زندگیمون تجربه کنیم مکانی که خدای قدوس با انسان به وسیله قربانی ایسای مسیح به مصالحه رسید مکانی که کلید امنیت و پیروزی ماست و ما هر عزیزان از مواهب و برکات سرشار و مستفیذ نخواهیم شد تجربه نخواهیم کرد حتی اگه ده ها موعظه و کلام بشنم مگر اینکه با دست های خالی که ما پر باشه فکر کنیم نیاز نداریم چطور میتونیم این فیض رو دریافت کنیم دستای خالی که این فیض رو دریافت میکنه و به قول موعظه عالی هفته پیش پاسو اوریان از خودت آماده باشی که اراده شخصی خودت رو امروز بر مذبح بذاری که قربانی اراده خدا بشه نیست ما خیلی موقع صحبت میکنیم ولی عملا هیچ چیزی هیچ چیزی مثل تسلیم شدن در برابر اراده خدا از آن تازگی رو در ما به وجود نمیاره امید رو در ما به وجود نمیاره شادی رو در ما به وجود نمیاره آمین که امروز در قلب هامون اراده های شخصی خودمون رو بر مذبح بذاریم تا قربانی اراده خدا بشه چون پسر یگانه خدا همه چیز خودشو داد تا امروز این شادی رو این سمری شادی رو در ببینه که من و تو هستیم و همینطور از خدا مشتاق عزیزانی که عیسی مسیح خداوند در قلبشون نیست او رو به عنوان خداوند نپذیرفتن به نظر من عزیزان هیچ زمستونی سختتر و رنجاورتر از این نیست که انسان بیگانه باشه با عیسی مسیح خداوند این سختترین زمستونه و خدا امروز عزیزانی که میخوان قلبشونو به روی عیسی مسیح خداوند باز کنن میخواد مشتاقه که به بهار جاودانی در عیسی مسیح خداوند وارد کنه آمین. در دوم قرنتو باب پنجای هود میگه پس اگر کسی که در مسیح باشد خلقت تازه است چیزهای گذشته کهنه درگذشت اینک خدا همه چیز رو در عیسی مسیح تازه میکنه آمین اگر در عیسی مسیح باشی عزیزان اون زمستونهای مذهب خداون میگه میگذره من سالها پشت در خونه مذهب فقط میکوبیدم پر از سردرگمی بودم خداون میگه این زمستونها به پایان میرسه و تو با دعوت عیسی مسیح در قلبت بهار رو تجربه میکنی آمین امروز از برمن یه عزیزی یه ویدیو کلیپ خیلی زیبا برای من فرستاده بود که سالها ندیده بودم گفت خواهر نسین کلیسای ایرانه و داشتم نگاه میکردم این هم شما این در میان جماعت یه رو سری سیاه سرتون و با دستمال داری عشقایی که همجور میاد پاک میکنی فقط همجور زانو زدم گفتم ای خداوند چه کار بزرگی کردی؟ و وقتی این ویدیو رو باز کردم گفتم آره واقعا خداوند تو اشکای اندوه و سردرگمی و زمستون بدون خدا رو که سالها فقط میگشتم میکوبیدم در آرو رو تو چطور به بهار تبدیل کردی چطور این اشکای درد و غم و کدورت و این تاجهای خاکستر رو چطور به تاج رخشان و شادمانی تبدیل کردی از این خدا خدای ماست باید خودت بچشی و ببینی که چقدر نیکوه در عیسی مسیح اگر کسی به عیسی مسیح ایمان میاره و در مسیح باشه زمستون مذهب گذشته نه فقط به بهار وارد میشه بلکه اون فرزند خدا میشه در یوحنا باب یک آیه دوازده اینو میگه میگه اما به اون کسانی که او رو قبول کردن این قدرت رو داد تا فرزند خدا بشن یعنی هر کی که, که به نام او ایمان میاره نمیدونم واقعا چی رو از دست میدی فقط تجربه کن خدا رو فقط بیا تجربه کن خدا رو در قلبت بپذیر کافی از گناه های خود توبه کنی به مرگ و قیام عیسی مسیح ایمان بیاری و بگی ای خداوند لطفا نجات دهنده من باش لطفا منو از روح خودت پر کن لطفا امروز من میخوام مشتاقم که من رو وارد پادشاهی پسر خودت بکنی از این سرگردونی از این باران های مخرب مذهب که دست رنج های ما رو به یغما میبره آزاد کنیم آمین که در هر قسمتی که نیاز داریم مخصوص عزیزانی که امروز با این دعا تولد تازه رو تجربه کردم با همدیگه تعم شیرین آزادی و بهار حقیقی رو امسال تجربه کنیم عزیزان آمین و نه فقط تجربه کنیم بلکه با همدیگه وارد این هفته مقدس بشیم جمعه ما بزرگ داشته مرگ عیسی مسیح خداوند رو با هم برپا خواهیم کرد برگزار خواهیم کرد در نهایت یک شنبه یک شنبه رستاخیز خداوندمونه که با هم جشن میگیریم آمین آمین که همراهان وفادار و همیشگی ما با هم در این عیاد، در این هفته مقدس مخصوصا در این هفته در حضور خداوند بذاریم گرمای حضور او تمام آنچه که شنیدیم امروز در روح جان ما در قلب ما حک کنه هر روزتون در خداوند نوروز باشه عزیزان نه نوروز معمولی بلکه نوروز جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح و کلیسا و عزیزانی که این پیام با قلبشون حرف زده بگن آمین و آمین